السلام عليك يا سيدتي ويا مولاتي يا فاطمة المعصومة يا بنت موسى بن جعفر، سلام الله وسلام ملائكته وعباده المنتجبين عليك وعلى آبائك المطهرين. خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام، ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز برنامه همسفر. همراه ما هستین در ایران گردی و داریم با جاذبه‌های دین کشورمون آشنا میشیم. در دهه کرامت هستیم که آغازش میلاد سر با سعادت بانو حضرت فاطمه معصومه سلام علیها بوده. به همین مناسبت ما الان در شهر مقدس قم هستیم، اومدیم پابوس بانو و اینجا به هر حال یک زیارت معنوی رو برای شما به تصویر بکشیم و شما رو هم از قاب تلویزیون دعوت کنیم به بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه سلام علیها. و قرار طی یک هفته از جاذبه های تاریخی شهر قم هم براتون بگیم و همینطور از حال و هوای زیارت. پس ما رو همراهی کنید، ابتدا با معرفی شهر مقدس قم با این شهر آشنا میشیم و در بخش بعدی انشاءالله سعی میکنیم در روزهای آتی جاذبه های تاریخی، دیدنی و گردشگری و مذهبی اون رو با هم دیگه مرور کنیم. همونطور که گفتیم به شهر مقدس قم اومدیم و قرار جاذبه های زیبای این شهر رو بهتون معرفی کنیم و همینطور عملکرد شهر رو تو زمینه گردشگری. خب در کنار من جناب آقای دکتر سرقاییان نژاد هستن، شهردار خوب و فعال شهر مقدس قم. سلام علیکم، شما ایشون رو با شما بینندگان عزیز میشنویم. این شما و بینندگان همسفر. بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه بفرمایید من عرض ادب و سلام داشته باشم خدمت بینندگان برنامه همسفر. از اینکه در حقیقت امروز قم در مرکز در حقیقت به عبارتی بینش و بحث شما هست، من خوشحال هستم. امیدوار هستیم که ما بتونیم اطلاعات کافی و لازم را خدمت همه عزیزانی که بیننده در حقیقت این برنامه هست برسونیم. خواهش می‌کنم. ما یه سوالی در ابتدا از همه شهردارها میپرسیم، ولی اینجا جایش نیست، ولی اونم اینه که دقیقاً مثلا اون شهر در کجای ایران قرار گرفته. فکر نمی‌کنم کسی باشه که قم رو نشناسه، اونم در مرکز کشورمون. ولی شما مختصات قم رو بفرمایید، جمعیت شهر و شهرستان رو بفرمایید، عمده فعالیت‌های مردم رو به هر حال بشنویم در چه زمینه‌ای هست. بله، قاعدتاً بعد از مشهد الرضا که معرف همه هست، علی ابن موسی الرضا در حقیقت به عنوان امام هشتم و به عبارتی مرکز در حقیقت آلام و آرزوهای همه ما ایرانیان و شیعیان، خب بعدش قم هست. خواهرشون حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در اینجا جا دارن و اگر کرامتی در حقیقت قم داره، به خاطر در حقیقت وجود
پاک فاطمه معصوم سلام الله علیها هست. غیر از این مرکز حوزه های علمیه کشور، اون هم در حقیقت مرکز حوزه های علمیه شیعه در قم هست. 86,000 طلبه در سطوح مختلف در قم مشغول تحصیل هستند. 118 کشور نمایندگی دارند در قم. دفتر بیوت و مراجع عظام در حقیقت در قم هست. پایگاه انقلاب به عبارتی قم 19 دی مال قمه، پایتخت معنوی ایرانه. 15 خرداد مال قمه. حضرت امام در حقیقت اینجا سیر کردن، مقام معظم رهبری سیر کردن. بنابراین از هر نظر ما بخوایم صحبت بکنیم، ابعاد متعددی رو میتونیم در رابطه با قم مطرح بکنیم. سالی مرکز به عبارتی در مرکز کشور قرار گرفته، نزدیک به 1,300,000 نفر جمعیت هست. سر چهار راه 17 استان کشور قرار گرفته که به طور کلی میتونه تمام رفت و شده ها را در حقیقت ولا به صورت گذری یک بارم که شده از قم عزیزان حرکت کردن. و اگر واقعا حالا بخوام وارد بعضی از بحث ها بشیم، خود بحث قم گردی از نظر اینکه فی الواقع مکتب ما مکتب اسلام هست و به عبارت اون چه که از اینجا نشأت میگیره، امام جمعه هایی که در سراسر کشور هستند، بحث های در حقیقت تمدن و فرهنگ دینی اگر در حقیقت در کشور مطرح است، اگر در ارتباط با بحث تمدن ها و مباحثه تمدن ها هست، اگر بحث تقریب مذاهب هست از نظر بحث های بین المللی، همه اینها تبلورش در اینجا هست. نزدیک به 600 مرکز پژوهشی در قم ما داریم. دانشگاه های متعدد باز مجددن در سطح قم هست که همه اینها قم رو در یک جایگاه بسیار وسیع و بالایی قرار میده که قطعاً همشهریان و به عبارتی هموطنان ما باید حتما اطلاعات لازم رو در ارتباط با این شهر داشته باشن. یک برهه زمانی ما داریم که در واقع میشه گفت دهه کرامت هستش که با میلاد حضرت فاطمه معصومه سلام علیها آغاز میشه و به میلاد با برکت آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام ختم میشه. فکر میکنم تو این دهه اصلا خود این دو تا شهر هم یک ارتباط بسیار نزدیکی به هم دارن، به خصوص خیلی از هموطنان ما تو این 10 روز از قم آغاز میکنن و مشهد میرن. خیلی از نظر معنوی زیبا هست، نه فقط در این قسمت بلکه عتبه حسینی، عتبه عباسی، عتبه کاظمی، اینها هم در این ایام همه در حقیقت تشریف میارن قم و بعد تشریف میبرن مشهد و یک ارتباطی هست از بابت جایگاه های زیارتی که به عبارتی در بین اینها مطرح هست. خوشبخت آن کسی است که باشد گدای قم، بیچاره آن که نیست سر سفره های قم. رودیم اگر روی به دریا می آوریم، ما یک قبیله قبله به سمت خدای قم. قم بارگاه مادر معصوم های ماست، جان تمام کشور ایران فدای قم. مشهد که پشت پنجره فولاد میدهند، باید گرفت کرب و بلا از کجای قم. باید برای امر ظهور التماس کرد، شاید بداد من برسد با دعای قم. از دست خالیم گله دارم کرم کنید، ما را دخیل تا ابد این حرم کنید. ما را نشاندن سر این مسیر باز، تو باز هم کریمه و ما هم فقیر باز. خوب است پشت در بنشینیم، سائلیم مثل همیشه یک خبر از ما بگی باز. آقای دکتر، شما سابقه مدیریتی توی کلان شهر اصفهان رو داشتیم به عنوان شهردار و شهرهای دیگه. خب الان هم 4 سالی هستش که در این مجموعه شهرهای قم مشغول به فعالیت هستین. اگه بخواین شهریت قم رو با شهرهای دیگه مقایسه بکنین، به چه نتیجه میرسین؟ و اینکه شهرداری چه کار کرده در زمینه گردشگری؟ به هر حال اینجا زائرپذیر میلیون ها انسان
میان و در واقع به اینجا سفر میکنن برای زیارت معنوی خودشون و زیارت حضرت فاطمه معصومه کریمه اهل بیت. به هر حال شما چه سابقه ای دارین در مورد این موضوع برامون صحبت کنید ببینندگان. اقلیم قم اقلیم در حقیقت خشک هست. یکی از کارهایی که شهرداری قم مخصوصا توی برنامه خودش گذاشته است بحث‌های زیست محیطی ما هستش. تو بحث‌های زیست محیطی از 4 سال پیش که من در حقیقت سکانداری شهرداری قم رو به عهده گرفتم، سرانه فضای سبز قم نزدیک به 14 متر بودست، این امروز هستش 19.92 صدا. و توی برنامه در حقیقت قم 1400 ما باید این رو برسونش به نزدیک به 27 متر، یعنی هر سال نزدیک به 260 هکتار ما داریم به فضای سبز قم اضافه میکنیم. درختکاری هست، درختکاری هایی که در حقیقت بتونه با اقلیم قم سازگاری لازم رو داشته باشه، بنابراین این جو رو مطبوع میکنه. یکی از بحثای ظریفی که حضرت عالی به اشاره فرمودید، ماندگاری زائر در قم 8 ساعته. ما دنبال این هستیم که این 8 ساعت رو برسونش دست کم به 2 روز، همونطوری که در مشهد 3 روز و نصفی از ماندگاری قاعدتا. پس الان ما فقط کارمون این هست که به زائرین محترم فقط خدمات بدیم، در صورتی که اگر ما بتونیم این رو گسترشش بدیم به 2 روز، ما میتونیم از اقتصاد شهری رو هم میتونیم درگیر بکنیم. به همین دلیل من کوششم بر این بوده است که برای اوقات فراغت، علاوه بر این که واقعا یک سری میان با هدف زیارت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها یا میان برای مسجد جمکران، ما در اینجا امامزاده 40 اختران رو داریم، بیت النور رو داریم، آثار تاریخی در حقیقت شهر قم رو داریم. محورهای فرهنگ قم رو من دارم روش برنامه ریزی میکنم که انشاءالله ما بتونیم قمگردی را بندازیم. یکی از بحثهای دیگری که هست، خیلی از خانواده ها میخوان ببینن که به عبارتی تو بحثهای مبانی اسلامی اگر بخوان دوره های کوتاه مدت رو طی بکنن خب باید اطلاعات داشته باشن. ما حوزه های مختلف رو داریم، خود این رو ما برش داریم توی برنامه در حقیقت اون گردشگری که تو اینجا هست، اون رو هم باز دو مرتبه گنجوندیم. اصلا آشنا بشن که با فقه و فقاهت و پژوهش‌های اسلامی که امروز ما در جمهوری اسلامی داریم زندگی میکنیم. خیلی از کشورها هستن که میخوان بیان اصلا ببینن تو تعاملات بین ادیانی ما بخوام کجا بریم، چون امروز بدون رو در روسی تو بحث جنگ تمدن‌هایی هم که آقای همکینتون نویسید، یکی از قسمتاشه که نتونستست ازش بگذرد، این زیر بنای تمدن اسلامیه. بله. پس بنابراین شرق شناسایی که در خارج از کشور هستند و مورخینی که در حقیقت قم رو میشناسند و ایران رو میشناسند، با قم به عنوان یک مرکزی که بالاخره 40 سال تونسته یک انقلابی رو به وجود بیاره، و فقط این 40 سال هم نیست، نهضت‌های 100 ساله رو که شما بررسی میکنی، اکثر اونهایی که در حقیقت پایه‌گذار نهضت‌های 100 ساله بودن در اینجا بودن. سید حسن نصرالله در حقیقت مقدار از متابصاب درس‌هاش رو در قم گذرونده است. آقای زاگزاکی که در به عبارتی نیجریه الان هستش و به عبارتی نهضت شیعیان نیجریه رو داره دنبال میکنه، چند سبایی از عمرش رو در قم گذرونده است. عبدالله صالحی که به عبارتی این حوثی ها رئیس در حقیقت نهضت حوثی ها هست، چند سالی رو در حقیقت در قم به سر برده. بنابراین قم از دیدگاه های مختلف میتونه مورد توجه باشه. بله. ما برای اینکه بتونیم برای فرزندان اونهایی که میان اینجا، قاعدتا پارک آبی بزرگ قم رو راه اندازی کردیم، پارک هزار هکتاری قم رو که مجهز هستش به تلسیش تلکابین و از جنوب در حقیقت دانشگاه های مفید شروع میشه تا پشت به عبارتی جمکران، این رو باز مجددن داریم آماده میکنیم. یک پروژه 3-4 ساله است که در سال دومش داره به سر میبره. بحث های ترافیکی رفت و شده ها را داریم قوام میبندیم، زیرگذرها، خیابان های جدید احداث شده است که به عبارتی خوب ما بودجه عمرانمون نزدیک به 1900 میلیارد در سال ما فقط بودجه عمرانی شهر قم هست.
الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، خسته نباشید، خدا قوت دارم خدمت شما و کلیه بینندگان محترم برنامه همسفر. بنده عباس حلوایی زاده هستم، مدیر عامل سازمان توسعه عمران شهرداری قم. در حال حاضر پروژه‌ای که اشرافیت دارید و مشاهده می‌کنید، پروژه تقاطع سه سطحه میدان ولیعصر هست که در حال احداث هست با پیشرفت فیزیکی حدود 70% پیشرفت فیزیکی داریم. دلایل عمده اصلی این احداث این پروژه جهت اتصال رینگ کرمندی امام علی بلوار خلیج فارس و همچنین این رینگ به بلوار حضرت خدیجه و بلوار آیت‌الله بروجردی بود. یکی از عمده مسائل و مشکلاتی که ما داشتیم ایام تعطیلات عید، ایام مناسبت‌های نیمه شعبان، ترافیک بسیار عظیمی بود برای مسافران و زائرین شهر مقدس کریمه اهل بیت جهت زیارت مسجد مقدس جمکران و اتصال این بلوار به بلوار خلیج فارس بود که خدا شکر با احداث این پل که شما مشاهده می‌کنید، یه رمپ جهتی چپگرد هست که مسیر مستقیم بلوار امام علی از میدان هفت‌وتن به سمت مسجد مقدس جمکران بلوار خلیج فارس احداث خواهد شد و مسیر مستقیم اون هست که بلوار کبیری به کریمی رو اتصال خواهد داد. با اتصال این عملا ترافیک از سطح میدان کامل حذف خواهد شد و هر سال شما مشاهده می‌کنید که ما تو این ایام مبارک نیمه شعبان و ایام عید که مسافرین و زائرین ترافیک خیلی زیادی رو تحمل می‌کردن، انشالله در اسرع وقت کاهش پیدا خواهد کرد و تاثیر بهبود عمومی شهری اتفاق خواهد افتاد. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت بینندگان برنامه همسفر. این جانب سید مهدی هاشمی، مدیر پروژه هزار هکتاری بوستان زائر هستم که مجموعه سایت گردشگری باغ پرندگان هم جزوی از این مجموعه هزار هکتاری است. مدیریت شهری شهردار محترم آقای دکتر سقایان نژاد از ابتدای ورودشون به مدیریت شهری قم تصمیم بر افزایش سرانه گردشگری شهرداری و شهر قم شد و بی بر همین پروژه باغ پرندگان رو در این مجموعه که هستیم با سطح 12 هکتار از سال 95 استارت خورد. اعتبارات خاصی رو براش در نظر گرفتن، بودجه خاصی براش در نظر گرفته شد و پیمانکار مشغول به کار شد. تو دو فاز، فاز اولش به اتمام رسید، فاز دوم قراردادی رو سال گذشته منعقد شد. انشالله امیدوار هستیم که تا پایان سال 98 این پیمان به اتمام برسه و بتونه در اختیار مردم و همشهریان و حتی زوار کریمه اهل بیت به عنوان یک سایت گردشگری توی قم در نظر گرفته بشه. این پروژه حدود 12 هکتار هستش. از مجموع این 12 هکتار حدود 11 قفس کوچک هستش. یک قفس 2000 متر مربعی به نام گلخانه و گیاهان گرمسیری داره و پرندگان گرمسیری. یک قفس حدود 12300 متر مربعی داره که انتهای کار هستش مشخصه و فاز دوی طرح به اتمام رسیده، اجرایی شده، بحث پیمانکارش هستش که پیمانکار مشخص بشه و انشالله به اتمام برسه. ولی فاز اول کار مجموعه فضای سبز، معابر، ابنیه و قفسهای کوچک انشالله تا آخر سال و برکه اصلی که از ابتدا به صورت آبشار وارد مجموعه میشه به اتمام میرسه و مجموعه کافی شاب، رستوران و ساختمان اداری انشالله تا پایان سال 98 به بهره برداری میرسه.
من در همین جا از همه بینندگان عزیز این دعوت رو دارم که در ارتباط با سرمایه گذاری، خوب ما به فاصله در حقیقت نزدیک به 120 کیلومتری تهران مرکز هستیم، از طرف دیگر به شهرهای مرکزی مثل اصفهان، کاشان و شهرهای دیگر نزدیک هستیم، بنابراین بهترین محل هست برای سرمایه گذاری. تسهیلاتی را در حقیقت شهرداری و استان در ارتباط با سرمایه گذاری فراهم کرده که من از همین جا اجازه بفرمایید که تشریح بکنم. اونهایی که قصد دارن در حقیقت هتل 5 ستاره در قم بسازن، زمین مربوطه را در اول شهرداری در خدمتشون قرار میده، عوارض کاملا در حقیقت رایگان هست. بعد از اینکه هتل به بهره برداری رسید، به صورت در حقیقت اقساط پول زمین هتل را اینها باید مستهلک بکنن. یعنی واقعا اون قسمت از سرمایه گذاری که میخواد حبس بشه در قسمت زمین رو به این صورت شهرداری حذفش کرده و عوارض که باز مجددن یک قسمت اعظمی از ساخت هتل رو به عهده میگیره، باز مجددن اون رو مرتفع کرده. من از همینجا دعوت میکنم، محلهای بسیار خوبی پیش بینی شده است، هم نزدیک جمکران، هم نزدیک در حقیقت حرم مطهر، که میتونه بسیار برای بحث سرمایه گذاری مناسب باشه. غیر از اون من باید بیمارستان‌های متعددی در سطح شهر قم هم در حال ساخت هست، هم زیرساختاش آماده شده، که کسانی که به عنوان توریست سلامتی و بهداشتی باز مجددم مباحث را در ذهنشون هست، به راحتی میتونن در قم از این فرصت استفاده بکنن. اون چه که من باید خدمت همه بینندگان عزیز عرض بکنم، با توجه به زیرساخت‌ها و اون اقتضائاتی که در شهر قم هست، به نظر می‌رسد که خانواده‌های مختلف نگرش‌های بسیار بسیار جالب و پنهان شده از دیدگاه‌های خودشون رو می‌تونن در قم پیدا بکنن. من از همین جا از شماها دعوت می‌کنم، انشاءالله بیاین به قم، هم تو بحث‌های اخلاقی، هم تو بحث‌های اقتصادی، هم تو بحث‌های تفرجگاهی، هم تو بحث‌های در حقیقت سیاسی، اون چه که شما در حقیقت طالب باشید در قم وجود دارد و من از همین جا خدمت شما ها این دعوت رو انجام میدم. امیدوار هستم که هم به نیت زیارت، هم به نیت در حقیقت تحقیقات برای آینده پژوهی و هم برای بحث‌های فرهنگی اجتماعی و اقتصادی و سیاسی میتونه قم یک محلی باشه با توجه به اون زیرساخت‌هایی که من تعریف کردم. انشاءالله ما در حقیقت منتظر همه عزیزان هستیم که انشاءالله بتونیم میزبانای بسیار خوبی برای مردم شریف عزیز کشورمون و حتی اونهایی که در لبنان هستن، اونهایی که در عراق هستن، اونهایی که در پاکستان و افغانستان هستن و همه ساله در حقیقت منظور و مقصدشون آمدنه به قم هست انشاءالله.